هزاران نفر در اعتراضات اخیر بازداشت شدند. هزاران خانواده هفته هاست در پشت درهای بسته زندان ها و بازداشتگاه ها سرگردانند که خبری از عزیزانشان به دست آورند. محمد مقیمی وکیل دادگستری در توییتی از تجاوز به یکی از بازداشت شدگان توسط بازجویان و بستری شدن او در بیمارستان روانپزشکی خبر داده. به علت اقامه نماز بازجویان پس از تجاوز، پخش از آن موجب تداعی تجاوز می شود. از دکتر کشاورز رئیس بیمارستان خواسته بلندگوهای بخش را قطع کنند، اما مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. در این نامه فرد بازداشت شده برای پزشکش نوشته که بازجویان به او تجاوز کردند، او را مجبور به خود ارضایی و بعد غسل اجباری و ادای نماز جماعت کردند. یکی دیگر از خبرهای واکنش برانگیز در هفته‌های گذشته وضعیت آرمیتا عباسی، دختر جوانی است که در زندان کچویی کرج زندانی است. چندی پیش شبکه خبری CNN به نقل از منابعش خبر از تجاوز به آرمیتا عباسی داد و تاکید کرد که او هنگام انتقال به بیمارستان با مشکل خونریزی مواجه بوده. آزادی قرعه ماست، مهره ای نداری، مهره بساز. بر اساس این گزارش یک عضو کادر پزشکی در یکی از پیام‌ها نوشته بود مردان لباس شخصی اصرار داشتند که دکتر تایید کند تجاوز مربوط به قبل از دستگیری بوده. امروز پدر آرمیتا در پستی در اینستاگرامش نوشته 10 روز تا دادگاه دخترش مانده و با گذشت حدود 100 روز از بازداشت او هنوز اطلاعی از اتهامات علیه او ندارد. تا این لحظه من هیچ گونه دسترسی به پرونده آرمیتا ندارم. نه از اتهاماتش اطلاع دارم، نه وکیلش پذیرفته شده و نه با آزادیش با سپردن وثیقه موافقت می‌کنند. با این همه محرومیت و بی‌اطلاعی چجوری میتونم دفاع عادلانه‌ای برای دختر عزیزم فراهم کنم؟ بلا تکلیفی و نداشتن حق وکیل انتخابی از جمله خبرهایی است که مدام از وضعیت بازداشت شدگان به گوش می رسد. سمانه اسخری فعال حقوق کودکان و زنان و عضو سابق هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و از فعالان خانه کودک شوش از حدود 3 ماه پیش در زندان است. یک منبع آگاه به BBC از نحوه بازداشت او خبر داد. ماموران امنیتی وزارت اطلاعات که خود را مامور اداره آب معرفی کردند، صبح روز 19 مهر ماه خانم اسقری را دستگیر و پس از ضبط وسایل الکترونیکیش او را به بند 209 زندان اوین انتقال دادند. مسئولان زندان اوین و بازجویان در طول 34 روز بازداشت در این زندان مانع ملاقات او با خانواده اش شدند. او در این مدت در اعتراض به رفتار بازجویان و شرایط زندان و عدم رسیدگی به وضعیت سلامتش یک نوبت اعتصاب قضا کرد. بعد از 4 روز او را به زندان زنان قرچک منتقل کردند و علی‌رغم برگزاری یک جلسه دادگاه و 2 بار احضار از طرف شعبه 7 بازپرسی دادسرای اوین، تا کنون در زندان قرچک و در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. به گفته این منبع آگاه، امکان دسترسی به محتویات پرونده و مستندات مربوط به اتهامات وجود ندارد، با تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه هم مخالفت شده و شعبه 15 دادگاه انقلاب از پذیرش وکیل برای پیگیری و هر گونه تقاضایی مخالفت کرده. سمانه اسخری با 7 اتهام مواجه است، از جمله اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی. روایت زنان بازداشت شده از زندان‌های شناخته شده ای مانند اوین، قرچک ورامین، کچویی کرج، وکیل‌آباد مشهد و عادل‌آباد شیراز از وقوع فجایعی هولناک حکایت دارد. هستند زنانی که نامشان را نمی‌دانیم، در زندان‌های دورافتاده و بی‌نام‌ونشان که هر روز قربانیان خاموش زندانبانان هستند. مریم افشنگ، BBC. محمد مقیمی وکیل دادگستری از بلفاست در ایرلند شمالی با ما هستند. آقای مقیمی، موضوعاتی رو در گزارش هم اشاره شد که نامه‌ای رو منتشر کردید، موضوعاتی در اون مطرح شده که بسیار تکان دهنده است. کمی بیشتر از این نامه بگید. با سلام و درود بر شما و بینندگان عزیز. بله، متاسفانه من از یک منبع آگاه مطلع شدم که این خانم که حدود 30 سال داره در یکی از خانه‌های امن نهادهای اطلاعاتی بازداشت بوده و در اونجا بهش به طرز فجیع تجاوز میشه و بعد از تجاوز اقامه نماز میشه و از آن پخش میشه. بعد ایشون به زندان اوین منتقل میشن و در نهایت با وخامت
وضع روحیش به بیمارستان روان‌پزشکی ایران منتقل میشه و در اونجا وقتی که از آن پخش میکنن حال ایشون بسیار رو به وخامت میره و اینو تمام پزشکا و پرستاران و اون کادر درمان مشاهده میکنن و خب خود ایشون نامه مینویسه، اما از طرف رئیس زندان آقای دکتر کشاورز مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره و حتی لجبازی. من حتی امروز هم خبر دارم که از آن پخش شده، متاسفانه ایشون گویا میخواد به لجبازیش ادامه بده. من واقعا متاسفم و خب بسیار متاثر شدم از این خبر. گزارش های متعددی در ماهای گذشته و البته در سالهای گذشته وجود داشته مبنی بر بدرفتاری، در حقیقت سوء آزار جنسی و چیزهای از این قبیل که حتی گفتنش واقعا آسون نیست. شما به عنوان وکیلی که دنبال میکنید این پرونده ها رو و با خیلی از افرادی که زندانی هستن، در بازداشت هستن، در ارتباط هستید، چه تصویری دارید؟ ببینید این شکنجه های جسمی و روحی بوده، به ویژه روحی، استفاده از سلول های انفرادی، تحت فشار قرار دادن، اما الان بسیار شدت یافته، اصلا قابل مقایسه با قبلا نیست. ببینید الان من فکر میکنم که نظام احساس خطر کرده و بدون فکر فقط میخواد اعمال خشونت بکنه. ما مواردی حالا به استثنای سلول انفرادی مواردی داریم که ایراد ضرب و جرح میشه برای گرفتن اعتراف یا از شوکر استفاده میشه، مرگ مصنوعی اجرا میشه، قرار دادن در تابوت استفاده میشه و تجاوز هم که مواردی بوده. من تاکید بکنم به این شدت نبوده، متاسفانه الان رو به شدت یافتن از این نحوه اعمال خشونت و همچنین به طور عمومی استانداردهای یک زندان از نظر بهداشتی چه از نظر شرایط مناسب زندگی اصلا در زندان ایران در حالت فعلی رعایت نمیشه. خب تعدادی هم مزید بر علت شده. های مقیمی، تا چه اندازه گزارش هایی که به شما میرسه و همینطور به نهادهای متعددی که در این زمینه نوشتند میرسه، گزارش هایی است که صحت اونها تایید شده؟ به خاطر اینکه وقتی با حکومت صحبت میشه، وقتی به منابع اونها مراجعه میشه، بسیار آسان شانه خالی میکنن و میگن که اینها یا مبالغه است یا اینکه صحت نداره و ساختگی. بله ببینید، آنچه که من منتشر میکنم یا در خصوص موکلای سابقم هست یا موکلای فعلی هم هست یا منابعی که اونها رو از نزدیک میشناسم و به شخص اعتبار خودم رو هیچ وقت در خطر نمیندازم با انتشار اخبار غلط و قطعاً مدارکی یا شواهد و قرائنی مشاهده میکنم و اون رو منتشر میکنم. اما خب جمهوری اسلامی که خب یکی از روش‌های حکمرانیش دروغگویی است. ما میبینیم که خب هواپیما اوکراینی رو میزنه و میاد میگه من نزدم تا وقتی که دیگه اسناد و مدارکش منتشر میشه. خیلی ممنونم از شما آقای مقیمی، محمد مقیمی، وکیل دادگستری.